خانم آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در جمهوری جهل و جنون، عمیانان گرامی، کار مناقشه گروه های باند های مافیایی، چون این که بگیم دولت مردان و سیاست مداران، اینا یک بار لغوی داره. میانم وقتی که ما میگیم سیاست مداران، حالا فرق میکنه در آسیا باشه، در اروپا باشه، در آفریقا باشه، در عقب افتاده ترین کشورهای جهان باشه یا پیشرفته ترین، سیاست مداران کسانی هستن که کارشون اداره یک مملکت که دخالت در مسائل سیاسی و مملکت، چه مسائل داخلی و چه مسائل خارجی، به اینا میشه گفت دولت مرد، سیاست مدار. حالا یا در اپوزیسیون هستن یا در قدرت هستن، ولی سیاست مدار هستن. فرق میکنه با کسانی که اقتصاددانن یا فرض کنید ورزشکارن یا کسانی که در مسائل ادبی فعالیت میکنن. سیاست مدار از اسمش معلومه که کارش چی هست، ولی در جمهوری جهل و جنون عمیانان گرامی ما باید بگیم باندهای مافیایی. از ابتدای تشکیل این رژیم، رژیم جمهوری اسلامی در ایران، در غیاب سازمانهای سیاسی و سندیکاها که وجود نداشت، حالا چرا بعد از تغییر رژیم در ایران ملاها و آخوندها آمدن و قدرت رو در دست گرفتن، میشه بسیار دامنه تفکرات رو، دامنه افکار رو پهن کرد و در موردش به مسائل مختلف اشاره کرد. اما واقعیت اینه که بعد از خیزش مخالفین با رژیم گذشته و انقلاب ایران، تنها سازمانی، تنها کسانی با هم متحد بودند، پول داشتند، قبلا از وسائلی که در اختیارشون بود استفاده کرده بودند و افکار و نظرات رو با حرکت‌های خودشون، با افکار خودشون آشنا کرد، به خصوص توده‌های مردم ایران. حالا شما میتونید هر چیزی راجع به این مسائل فکر کنید و بگید، اما واقعیت اینه هزاران مسجد، امامزاده ها، مله ها و روزخان ها که در سراسر ایران پراکنده بودند و با پولی که از خمس و زکات مردم، زحمت های مردم به اسم کمک به دین میگرفتن، توانسته بودند در دور افتاده ترین نقاط ایران مردم رو برای یک خیزش مذهبی آماده کنن در غیاب سازمان‌های سیاسی. این واقعیت امر. بعد از اینکه ناگهان و در کمال ناباوری رژیم گذشته اصلا پاشید، این ملاها قدرت رو در دست گرفتن، چون بلافاصله عده زیادی از این اراذل و اوباشی که چه در زندان‌ها بودن و چه در شهرهای مختلف و در خیابان‌های مختلف بودن، در تهران مثلا، در جنوب شهر، در خیابان جمشید، در داشتیم دستجات جاهل و گردن کلفت و اینا، چاقوکشاب و اینا، اینا همیشه پشتیبانان اصلی روزخانها و روحانیت بودن. هیچ تهمت هم نیستیم. شما در طول تاریخ نگاه کنید، از شیخ فضل‌الله نوری بگیرید تا بعد از زمان قاجاریه بخوایم بگیریم، همیشه در کنار آخوندها و روزخانها یه عده از اراذل و اوباش و چاقوکشا و بزنبهادرا بودن که اینا قدرت به اصطلاح نیروی مدافع این آخوندها بودن. آخوندها بهشون پول میدادن و چون اینا اکثرا تمایلات مذهبی هم داشتن، عرق هم میکردن، زورگویی هم میکردن، چاقوکشی هم میکردن،
و دست میبوسیدن و اطاعت امر میکردن در برابر روزخانا بود. در بقیه جاها زورگویی و چاقوکشی و کمکشی و گردن کلفتی بود. بنابراین مله‌ها همیشه از پشتیبانی لات‌ها و اراذل اوباش و چاقوکشا برخوردار. دوربر خمینی هم اگه نگاه کنید، طیب حاج رضایی، حاجی عراقی، نمیدونم خیلی ها هستن که اینا برمیگرده. و حتی آقای رفسنجانی، بسیاری از اینایی که خاطرات خودشون نوشتن، از جمله ری چهری و اینا، به این مسائل اشاره میکنن. و برای همین بود که در 15 خرداد سال 42، بعد از این که طرفداران خمینی تو خیابونا ریختن، چوسکا رو آتیش زدن، نمیدونم روزنامه ها رو آتیش زدن، بسیاری از عرق فروشی ها رو آتیش زدن و از بین بردن، ما میبینیم نقش کسانی مثل رمضان یخی و طیب حاج رضایی و اینا به قدری زیاد بود که رژیم گذشته ناچار شد، با وجود که اینا در کودتای بعد از 28 مرداد بسیار برای اونا فعالیت کرده بودن. میدونید که طیب و شعبان جعفری و ملقب به شعبان بیمخ و اینا خب در 28 مرداد خیلی فعال بودن دیگه، از کسانی بودن که حتی دوروبر آقای فلسفی بودن. و من یادمه که زمانی که فلسفی بعد از 28 مرداد به منبر میرفت در مسجد شاه و در خیلی جا، همین طیب و شعبان و اینا میومدن اونو محافظتش میکردن از گزند مخالفین. بنابراین وقتی که در رژیم گذشته تشخیص دادن که اینا پاشون از گلیم خودشون بالاتر گذاشتن و شروع کردن به غارت و در 15 خرداد سال 42 عده‌ای از اینا رو گرفتن از جمله طیب حاج رضایی و اعدامشون کردن. اما این اراذل اوباش و لات ها همچنان پشتیبانان محکم روحانیت بودن، منتها بعد از جریان خرداد 42 یه مقداری از اون فعالیتاشون کاسته شده بود. اما زمانی که ملاها و آخوندها زمینه رو برای در دست گرفتن قدرت آماده دیدن، باز دوباره این لات ها و اراذل اوباش و چاقوکش ها و غمکش ها بودن که دوروبر آخوندها رو گرفتن و شروع کردن با اینا همکاری کردن و همراهی کردن. و وقتی که قدرت دست ملاها افتاد، ما میبینیم که در این کمیته ها سازمان های سیاسی هم بودن، مثل فدایان خلق، مجاهدین خلق، بسیاری از سیاسیون، جوانان سیاسی، ولی به تدریج اینا از این کمیته ها تصفیه شدن و خارج شدن و این اراذل اوباش جاشون گرفتن. نمونهاش آقای محسن رضایی، نمونهاش آقای نمیدونم صفار هرندی، همین حسین شریعت مداری، همین اراذل اوباش که قبلا جزء لاتای معروف تهران بود. بنابراین باندهای اولیه مافیایی برای اینکه خانه های مردم رو غارت کنن، موزه ها رو خالی کنن، خانه های بسیاری از ثروتمندان رو و کسانی که ایران رو از ترسشون ترک کرده بودن و وابسته به رژیم گذشته بودن، افتاد در دست این اراذل اوباش و ملاها و روزخانا، یعنی گرسنگانی که به هیچ وجه اینا سیر شدنی نبودن. و ما میبینیم الان همینان گرامی، تعجب آور نیست، در بسیاری از حراجی های خارج از ایران، در لندن، در نمیدونم دبی که اخیراً خیلی شدت گرفته، در قطر، در ابوظبی، بسیاری از آثار تاریخی ایران که ما هرگز تصور نمی کردیم اینا از ایران خارج بشه، الان در اونجا در حراج‌های عمومی فروخته میشه به میلیون‌ها دلار. اینا همه یا به وسیله روزخانه‌ها و ملاها و یا به وسیله همین اراذل اوباش از ایران خارج شده و به پول نزدیک شده. تعجب آور نیست همینان گرامی، آقای رفیق دوست لات معروف تهران یا محسن رضایی، یکی میشه فرمانده سپاه پاسداران، دیگری میشه وزیر نمیدونم سپاه، بعد میشه رئیس بنیاد مستضعفان، تمام ثروت مملکت در اختیارش قرار میگیره. که حتی میبینید وقتی که اینها از همدیگه و نسبت به همدیگه افشاگری میکنن، صحبت میلیاردها تومان و دلار از پولهایی است که این وسط هیپومیل شده و به وسیله این اراذل اوباش یا از موزه ها یا از خانه رجال رژیم گذشته گرفته شده و یا حتی آدمای معمولی. شما الان ملاحظه میکنید که در اکثر نقاط مملکت بسیاری از ثروت‌های مردم معمولی به عناوین مختلف و به بهانه‌های مختلف
از چنگ مردم در اومده افتاده به دست این اراذل اوباش. بنابراین همینانی گرامی، قصد من از این صحبت این بود که این باندهای مافیایی در جمهوری اسلامی بعد از اینی که غارت کردن اموال مردم ایران رو، بعد از اینکه میلیاردها دلار نفت فروختن، گاز فروختن، محصولات پتروشیمی رو فروختن، پولهای مردم ایران رو، بسیاری از سیاستمداران، نظامیان سابق، تجار سابق، آدمای معمولی رو به جیب زدن، حالا چون یک مقدار کمی از درآمدشون کمتر شده، این حرص و طمعی رو که اینا رو گرفته و سیر شدنی نیستن، یواش یواش اینا رو به جان هم دیگه انداخت. من بگم خدمتتون، هر چقدر وضع ایران از نظر این تحریم ها بدتر و بدتر بشه، اختلافات بین اینا شدیدتر میشه. این اجتناب ناپذیره. امروز ظهر از ساعت 11 ظهر نه از ساعت 11 امروز تا ساعت 2 بعد از ظهر جلسه بود در خدمت شما عرض کنم از طرف روتاری در المپیک کلکشن که دوست و همکار خیلی خوب من و نازنین من دکتر مصطفی دانش، روزنامه‌نگار بسیار برجسته‌ای که روزنامه‌نگار بین‌المللیه و بسیاری از رادیوها و تلویزیونها و نشریات بسیار وزین اروپا با اسمش، با چهرش و با کارهاش آشناست. سخنرانی دکتر مصطفی دانش بود. دانش هم به من نگفته بود، چون اگه گفته بود من در برنامه مطرح میکردم روز دوشنبه. به من اصلا صحبتی نکرد. یکی از دوستان به من گفت دکتر دانش سخنرانی، رفتم اونجا، صحبت بسیار جالبی بود راجع به مسائل خاورمیانه، راجع به اختلافات بین همین گروه‌های مافیایی در داخل ایران. بحث خیلی خوبی شد و بعد سوال و جواب شد که من در برنامه امشب سعی می‌کنم یه مقداری از اون سوالات رو با دکتر دانش مطرح بکنم و برنامه رو بیشتر با دکتر دانش بگذرونم تا خودم راجع به این مسائل صحبت کنم. ولی می‌خواستم اینو بگم، میان این اختلافات که در به جان این رژیم افتاده و اینا دارن همدیگر رو می‌درن، واقعا می‌درن. این رئیس روزخانه اون بالا نشسته هر چقدر سعی می‌کنه که با تشر، با تهدید، حتی با فحاشی اینا رو سر جاشون بشونه، می‌بینید که تمام شدنی نیست. برای اینکه اون خیال کرده که اگر به اینا تشر بزنه اینا گوش می‌کنن. نه، اینا برای حفظ منافع خودشون، باندهای مختلف مافیایی، مثلا یکی از سوالات که امروز مطرح بود اینه که مثلا اگر کره شمالی بمب اتم داره و ایران هم داشته باشه، آیا همون شرایطی که در اونجا هست در اینجا هم هست؟ من حالا سوال دکتر دانش میذارم خودشون جواب بدن، ولی من معتقدم وضعیت کره شمالی با وضعیت ایران کاملا متفاوته. در کره شمالی یه حزب منضبط سر کاره، یک ایدولوژی که همه تابع اون ایدولوژی هستن و یک رهبر که موافق هم است. بنابراین اختلافات به این شکلی که در جمهوری اسلامی هست وجود نداره، این تشتت آرا وجود نداره. در ایران باندهای مافیایی وجود داره. اینه که یه طرف قضیه آقای رفسنجانیه، یه طرف قضیه اصلاحچی ها هستن، اصولگره ها هستن، نظامیان و پاسداران هستن، بازار رو نمیدونم، اینا هستن که به جان هم دیگه افتادن. حکومت قارشمیش، این خیلی خلاصه مطلبه و به زبان ساده، ملوک و طوایفی، هر کس ساز خودشو میزنه، یه روزخان و معمولی همون بالا نشسته که اینا دیگه هی باد میکنن این آدم رو، سعی میکنن با این حرفا و این گفتارها مردم رو نسبت به اون بترسونن و وادار به احترام بکنن. و اونایی هم که مذهبی هستن کاملا تحت تاثیر خرافات مذهبی او رو بیشتر و بیشتر قبول داشته باشه. از جمله یک چون ببینید چی گفته. گفته که خداوند ما را لایق دانسته که در عصر مقام معظم رهبری زندگی میکنه. تو رو به خدا ببینید چی میگن اینا. مرتضی ادیب یزدی از استادان حوزه‌های علمیه قم میگوید کسب رضایت ولی فقیه بالاترین عبادت در جهان است.
و خداوند مردم ایران را لایق دانسته که در عصر امام خامنه ای اونها زندگی میکنن. آقای ادیب یزدی مطلب رو روز سه‌شنبه دیروز در همایش بسیجیان سازمان تامین اجتماعی بیان کرده و گفته امروز لبخند رضایت رهبر لبخند آقا امام زمان است. راست میگن اینا، راست میگن. حال توضیح میدن. به همچنین گفته امروز آرامش روحی امام خامنه ای رضایت حضرت زهراست و تبعیت از مولا بسیار ارزشمند است. ادیب یزدی در بخش دیگری از سخنان خود گفته خداوند ما را لایق دانست که در عصر رهبری زندگی میکنیم که بسیاری از اقوام، اینجا رو گوش کنید همینو، بسیاری از اقوام و ملل جهان در طول تاریخ آرزو داشتن چنین رهبری داشته باشن. همینان گرامی، از یه عده مولا و آخوند عقب افتاده که ذریعی درست کردن میخوام ببرن این ذریعی رو برای امام حسین در کربلا، این ذریعی توی کارخونه است در قم دارن میسازن، رئیس قسمتی که قراره این پولا رو بگیره و این ذریعی رو تموم کنه گفته تا به حال این ذریعی که توی این کارخونه داره ساخته میشه چندین نفر رو شفا داده. این آدم معاون امور نمیدونم مساجد و امامزاده های دولتیه، اوقافه، خیال نکنی یه آدم معمولیه، نه، او گفته این ذریعی که دارن میسازن پیچ و مارش میکنن تا به حال چند نفر شفا داده و ما تصمیم گرفتیم یک کتاب برای این شفا دهندگان بنویسیم. خب وقتی در یه همچین مملکتی ما زندگی میکنی رهبرش یه مولا و روزخان قدیمی 40-10 تومن میگرفته روزه میخونده، شما توقع دارین اراجیف راجب رهبر نگن؟ رهبری که اینقدر تشخیص نداشت که بفهمه یه ابلهی مثل احمدی نژاد چگونه مملکت رو به سراشی به سقوط میکشونه و حالا به دیگران میگه شما بصیرت نداری، خودش حتی شعور یه بچه 15 ساله رو نداشت. حالا که مملکت به بن‌بست رسیده، حالا که همه ناراضی هن، کمر مملکت اقتصادش خورد شده و همه جهان شمشیر کشیدن، وزیر خارجهش میخواسته بره غزه، آقای صالحی امروز گفته من چندین بار به وزیر خارجه مصر، به آقای مرسی و به زمامداران مصر گفتم من میخوام برم غزه، حتی جواب من ندادن. اینایی که میگفتن انقلاب مصر در اثر سخنرانی عربی مقام معظم رهبری بوده، این رهبران کشورهای عربی که همشون هم اسلامی هستند و به قول اینا دنبال روی امام خمینی، اصلا محل نمیذارن به اینا، جواب اینا رو نمیدن، سکوت مرگ بر اینا گرفته همشون. دیگه راجب انقلاب مصر، راجب لیبی، فقط راجب سوریه صحبت میکنه. چرا؟ بازی رو باختن، تمام پیشبینیاشون غلط از آب در اومده. عربستان سعودی و قطر بازی رو بردن، دو تا کشوری که سلفی ها و اخوان المسلمین بیشتر سلفی ها و القاعده و طالبان پشتیبانانشون هستن. تمام این کشورهایی که به قول اینا انقلاب نمیدونم اسلامی درش اتفاق افتاد همه رفتن پشت اینا، کانالیزه شدن بر علیه ایران. به این دلیل که حتی این سیاستمداران که چه از کنم این باندهای مافیایی گفتن ما در بسیاری جاها متوجه فرمایشات مقام معظم رهبری نمیشیم، برای که اون مردک دو دوزه بازه، یه حرفایی میزنه که همه کس هر چی دلش میخواد میتونه از این صحبت ها دراره. اینا رو گیج کرده، همه جا هم دخالت میکنه در کارا، میگه ما نفهمیدیم مقام معظم رهبری نظرشون چیه، اینه که باید مستقیم سوال کنیم. البته اونا هم رندن، اونا خودشونو میزنن به خریت و عقب افتادگی تا مقام معظم رهبری تو هر کارهای فضولی بکنه و دخالت بکنه. میبینید که هیچ کاری در این مملکت نیست که این روزخانه بزرگ در شرکت نداشته باشه، امر و نهی نکنه. حالا اجازه بدید که بریم به خبرهای خارجی. امروز بیشتر همونطور که خدمتتون عرض کردم
در مورد مسائل مربوط به منطقه که بسیار هم حساس است. از جمله میدونی امسال امروز مصادف با دومی سالگرد ویکیلیکس، انتشار مطالب ویکیلیکس که میدونی مسئول سایتش الان در انگلستان در یکی از سفارتخانه ها آمریکای لاتین است که درگیری به اصطلاح قضایی هم بین انگلیس و بسیار از این کشورهای آمریکای لاتین اتفاق داره میفته. بعد مسئله بسیار مهم، تقاضای امروز محمود عباس از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از مجمع عمومی نه شورای امنیت، برای اینکه قبول بکنند و بپذیرند که فلسطین به عنوان یک ناظر نه عضو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت داشته. و مسائل مربوط به سوریه، نمیدونم مسائل مربوط به عکس العمل آمریکا و اروپا و اسرائیل در مورد این دولت ناظر فلسطینی و این جور مسائل. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فریدی. خوبین. اول از همین تقاضای محمود عباس شروع کنیم دکتر دانش. این چه تأثیری میتونه در آینده روابط بین فلسطینی‌ها و اسرائیل بذاره و چرا اسرائیل تا به حال مصر بوده که نذاره اینا حتی به عنوان ناظر نه به عنوان عضو در مجمع عمومی سازمان؟ و این جالبه که چون اینا میدونن در مجمع عمومی رأی میارن، به شورای امنیت و اینجور جاها نرفتن بلکه به مجمع، اصولا هم باید در مجمع این موضوع مطرح بشه. راجع به این موضوع صحبت کنیم. چند مطلب اینجا خیلی مهمه که دربارش بحث بکنیم. یکی اینکه چرا فردا رو محمود عباس انتخاب کرده، درست روز 29 نوامبر رو انتخاب کرده. فردا سال روز 65مین سال روز قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در اون قطعنامه 181 که در اون قطعنامه در سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین رأی میده که کشور فلسطین یا سرزمین فلسطین به دو قسمت تقسیم بشه، اسرائیل و بخش عربی. اینی که محمود عباس درست فردا رو انتخاب کرده و فردا تقاضای در واقع اینو میده که دولت یا تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان دولت ناظر تعیین بشه، انتخاب بشه، به خاطر اینکه یک بار دیگه در واقع خود مجمع عمومی سازمان ملل رو به یادش بیاره که شما بودین که باعث تقسیم فلسطین شدین و خب چندین سال و چندین ده سال از این مبارزه یا برخورد بین فلسطین و اسرائیل میگذره و هنوز راه حلی پیدا نشده. خب میدونیم که در سال 2007 آقای بوش در واقع رئیس جمهور محافظه‌کار آمریکا خیلی کوشش کرد با نشستی که با محمود عباس و اولمرت نخست وزیر اسرائیل داشت بتونه مشکل حل بکنه و حتی قول داد که در مدت یک سال دو کشور فلسطین و اسرائیل در واقع در کنار هم زندگی بکنن. چنین نشد و بعدها موقعی که آقای اوباما انتخاب شد، آقای اوباما قول داد تا آخر 2011 کشور فلسطین تشکیل میشه. ولی امروز باید به این مطلب اشاره بکنیم که 4 سال در واقع 4 ساله که هیچ گونه مذاکره صلح دیگه انجام نمیشه. روز به روز از قدرت و امکانات تشکیلات خودگردان فلسطین داره کم میشه و روز به روز حماس داره قدرتمندتر میشه و حماس امروز در صحنه جهانی و به خصوص در کشورهای عربی نقش اساسی رو بازی میکنه و نقش محمود عباس در واقع نقش بسیار بسیار بیرنگی شده، تا به جایی که خود متخصصین اسرائیلی در داخل اسرائیل میگن اگه محمود عباس یک چنین تقاضایی رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نکنه و دولت خودگردان فلسطین، تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان دولت ناظر انتخاب نشه، اصلا دیگه نقشی نداره. خب موقعی که جنگی بین حماس و اسرائیل انجام میشه و اسرائیل در واقع آوانس‌هایی به حماس میده و خود اسرائیلی‌ها عده منتقدین آقای نتانیاهو میگن که معامله کرده آقای نتانیاهو با حماس برای اینکه جلوی جهاد اسلامی رو بتونه بگیره و اینو محاربه با خدا میدونن اونا، میگن تا این توضیح بدیم که جهاد اسلامی نیروی رادیکالتر از حماس در غزه، در غزه و در کنار جمهوری اسلامی قرار داشت و اکثریت جنگجویان در واقع جهاد اسلامی در ایران در کنار سپاه پاسداران دوره دیدن. و امروز در واقع بعد از جنگ 8 روزه آقای نتانیاهو با آوانسایی که با امتیازاتی که به حماس میده رنگ تشکیلات خودگردان فلسطین رو کاملا بیرنگ کرده. امکانات دیگه در دست آقای محمود عباس نیست، بلکه سکولارها و لیبرالها در فلسطین روز به روز دارن امکاناتشون از دست میدن و این رادیکالان دارن که پیشرفت میکنن. حتی در مورد حماس هم اینطوره، یعنی جهاد اسلامی رو جمهوری اسلامی گذاشته بغل حماس که اگه اینا شل کردن اینا بیان. و این
باعث شده که امروز محمود عباس چنین تقاضایی بکنه. ولی سوال شما بسیار بجاست، یعنی اگه سال پیش با تقاضای محمود عباس در شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا مخالفت نمی‌کرد به عنوان کشوری که حق وتو داشت، در واقع دولت فلسطین دولت به عنوان در شورای امنیت در شورای اونجا باید در اونجا تصمیم گرفته بشه. یعنی موقعی که کسی میخواد عضو دائمی یا کامل یک سازمان امنیت به سازمان ملل متحد باشه، باید شورای امنیت تمام افراد شورای یا کشورهای شورای امنیت و اون پنج کشوری که حق وتو دارن موافقت بکنه. بله. آمریکا اینو رد کرد و موافق نشد. امسال در واقع دیگه احتیاج به شورای امنیت نیست، یعنی در واقع به عنوان دولت ناظر اینو خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اکثریتی که امروز موافقت میکنه اینا میتونن تعیین بکنن و فردا فلسطین رو به عنوان دولت ناظر انتخاب بکنن. خب در این صورت دولت فلسطین امکان پیدا میکنه که به ارگانهای بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی دسترسی پیدا بکنه و یکی از این دادگاه‌های بین‌المللی دادگاه لاهه خواهد بود و میتونه در اونجا شکایت بکنه بر علیه اسرائیل، بر علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در کرانه باختری، میتونه حتی شکایت بکنه به عنوان جنایتکارای جنگی که جنگی میشه، از افسران اسرائیل شکایت بکنه، از دولت مردان اسرائیل شکایت بکنه و دادگاه ها موظفن رسیدگی بکنن. اینه که بعدها چه حکمی رو میدن مسئله دیگریه و اینو اسرائیل به هیچ ترتیب نمیخواد. اسرائیل اصلا خواهان این نیست که تشکیلات خودگردان فلسطین ناظر بشه، دولت ناظر در سازمان ملل متحد باشه، هیچ چنین امکاناتی پیدا بکنه، تا جایی که لیبرمان وزیر امور خارجه اسرائیل حتی مطرح کرده که ما قرارداد صلح اسلو رو که سال 1993 بسته شده این قرارداد صلح اینو ملغا میکنیم. میگه که ما تمام شهرکای اسرائیل نشینی رو یا یهودی نشینی رو در کرانه باختری اینو ملحق میکنیم به کشور اسرائیل، همون کاری که در رابطه با تپه‌های جولان و شرق اورشلیم در سال 1981 شد. و حتی صحبت از اینه که دولت خودگردان فلسطین، تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس ساقط بکنن، یعنی محمود عباس ساقط بشه و صحبت حتی از کشتن محمود عباس مطرح شده اینجا اونجا. البته بنابراین میتونیم بگیم که قدمی که فردا متاسفانه باید بگیم با بنبستی که محمود عباس باش روبرو بوده و تشکیلات خردگردان فلسطین باش روبرو بوده و مجبوره که چنین قدمی برداره که نابود نشه و از بین نره، یک در واقع یک امتیاز بزرگی برای تشکیلات خودگردان فلسطین در جهان و در خود سازمان ملل متحد به وجود میاد. باشه این تشکیلات خودگردان فلسطین سالی 500,000 دلار 500 میلیون دلار 500 میلیون دلار میگن که از آمریکا کمک واقعا اینقدر میگیره؟ خب آمریکا در واقع این بودجه رو تعیین کرده، اینی که واقعا 500 میلیون دلار بله 500 میلیون دلار کمک میکنه، من سندی در دست ندارم ولی در کنگره آمریکا تایید شده که سالانه 500 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان خیلی پوله. و خب آقای اوباما در صحبتایی که با محمود عباس در روزهای گذشته داشته و در تلفنایی که با محمود عباس داشته مخالفت کرده با این تقاضای تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ولی من به این نتیجه به این نظرم که محمود عباس چاره ای نداره، یا باید تشکیلات خودگردان فلسطین در واقع تمام نقش خودش از دست بده در اون منطقه، یا اینکه مجبوره برای خودش یک ارزش سیاسی، یک اهمیت سیاسی توسط سازمان ملل متحد دوباره به وجود بیاره تا بتونه مذاکرات صلح را بندازه. ببینید افرادی در خود جامعه اسرائیل مطالبی رو مطرح میکنن که به نظر من خیلی مهمه بهش رجوع کردن. آقای فرجی، شخصی به نام دنی روبینشتاین، یکی از روزنامه‌نگاران معروف اسرائیلیه و یکی از نویسندگان مشهور اسرائیل، اون یک جمله رو در روزنامه یدیوت اخرنوت نوشته که به نظر من بسیار مهمه که من اینو براتون بخونم و بینندگان توجه بکنن. دنی روبینشتاین چنین میگه: اگر امروز در کرانه باختری انتخابات برگزار شود، حماس پیروز خواهد شد. یعنی حماس اینقدر در واقع اعتبار پیدا کرده. امروز حماس بسیار قوی شده. محمود عباس در عرصه سیاسی فلسطینیا چندان اهمیتی نداره. او برای اینکه جایگاه و اهمیتش را مجددا کسب بکنه، باید به سازمان ملل متحد بره. موجودیت سیاسی محمود عباس به این بستگی داره که مذاکرات صلح انجام بشه. 4 ساله که مذاکرات انجام نمیشه. در غیر این صورت کسی به اون نیازی نداره. یعنی در واقع با سیاستایی که داره پیاده میشه، متاسفانه نیروهای صلح دوست
نیروهای سکولار و لیبرال در فلسطین روز به روز اهمیتشون کمتر میشه و متاسفانه نیروهای رادیکال مثل حماس و جهاد اسلامی دارن. خب این کاملا مشخص بود. ببینید دو جورنش، مثلا در گذشته حکومت‌های مثل مبارک، مثل قذافی، اینا سکولار بودن، دیکتاتور بودن، نمی‌دونم مثل همین الان بشار اسد، جنایت مثل صدام حسین جنایت می‌کردن، مردم رو تحت فشار قرار دادن، دیکتاتوری مطلق داشتن، ولی سکولار هم بودن، مذهبی نبودن. جلو مذهبی‌ها رو می‌گرفتن. شما می‌دونید از زمان ناصر اون حسن البنا رو گرفت، ناصر سید قطب رو اعدام کردن در سال 1950. بعدم در تمام مدت اگه شما نگاه بکنید ببینید که هم آقای مبارک و هم اینا که اسپردم، اینا همه یه طوری طرفدار عرفات بودن زمانی که عرفات بود، بعد محمود عباس اومد. چرا مخالف چیز بودن به اصطلاح بعد از این که قدرت در دست حماس افتاد در غزه؟ برای اینکه میدونستن اینا افراطی هستن، این افراطیان به ضرر این حکومت ها. الان همونطور که شما امروز به درستی در سخنرانیتون گفتید، اینا الان حکومت هایی که در کشورهای عربی تشکیل شده اکثرا اخوان المسلمین و سلفی هستند، یعنی طرفدارای از لیبی بگیرین تا مصر تا الان مخالفین اسد، یا در فرض کنید که حالا این قسمت که افتاده دست شیعیان. بنابراین این آدمایی که الان رو کارن بیشتر توجهشون به طرف حماس و نمیدونم جهاد اسلامی تا محمود عباس. محمود عباس اون تو هم دیگه شانسی نداره. غرب هم بهش خوب این به این دلیل گشتنش کرد. کاملا درسته. ببینید از متاسفانه باید یک مطلبی رو به نظر من رو شفاف‌تر بکنیم اینجا. ببینید از یک طرف نقش عربستان سعودی، قطر در حمایت از نیروهای سلفی در مصر یا اخوان المسلمین و سلفی‌ها در مصر، نیروهای سلفی و اخوان المسلمین در سوریه امروز، در لیبی و حتی در تونس، به خاطر اینکه در واقع جنبش عربی و بهار عربی نتونه نفوذ بکنه با منطقه حوض خلیج. این درست. یک نقشه. ولی نقش دیگری که باعث بی اهمیتی تشکیلات خودگردان فلسطین شده، به خاطر اینه که 4 سال مذاکره صلح وجود نداره. به خاطر اینکه در این مدت 4 سال نقش محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطین، که تشکیلاتی است که منتخب شده، انتخاب شده بوده و تشکیلاتی است که در واقع لیبرال و صلح طلبه، همیشه کم رنگ‌تر شده به خاطر اینکه مذاکرات نمیشه و به خاطر اینکه تا به حال به محمود عباس در مقابله با حماس نقش آنچنانی داده نشده و اسرائیل در این مورد اشتباه کرده. من میخوام بگم که این مخالفت اسرائیل با هر نوع پیشنهاد این محمود عباس و گروهی که سکولار هستن و به اصطلاح افراطی نیستن، سبب یعنی کسانی که افراطی هستن خودشون در اسرائیل، مثل آقای نتانیاهو، مثل گروه های مذهبی که با ایشون ائتلاف کردن، آقای لیبرمن مثلا، طوری که لیبرمن شاست، بله، اینقدر افراطیه که نتانیاهو پیش اون میانه روه. خب وقتی اینا با هر نوع رفرمی در بین فلسطینیا که سکولاراشون هستن، محمود عباس هم در اصل مخالفت میکنن، بنابراین همون پیشگویی که پیش میاد که حماس و جهاد اسلامی و افراطی رو میکنه، چون اینا میگن اصلا مذاکره با اسرائیل فایده نداره. از اون طرف ببینید، کسانی که بسیار رادیکالن و در متاسفانه در کابینه نقش دارن، یکی از اونها در واقع حزب شاسه، حزب در واقع رادیکال های مذهبی که نقش داره، یکی اویگدور لیبرمانه، وزیر امور خارجه اسرائیل. اینا در واقع خواهان این که کرانه پاختری مستقل بشه، دولت مستقل فلسطین به وجود بیاد، خواهان این نیستن. پس بنابراین مخالفت اونها با مذاکرات صلح هدفمندانه است و چون هدفمندانه است باعث تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین میشه، یعنی در مقابل که در میانه ها میشه، در مقابل تندراها، رادیکال ها و احزاب مانند گروه های مانند حماس و در واقع شاخه های جهاد اسلامی و دیگران که در آینده به نظر من گروه های دیگر هم پیدا خواهند شد. پس بنابراین باید بگیم دو طرف قضیه دارن اینجا اشتباه میکنن. طرف اول که نقش مهمی رو بازی میکنه در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، که اونا خواهان این نیستن که در اینجا در واقع نیروهای لیبرال و نیروهای دموکرات پیشرفت بکنن در کشور عربی و در فلسطین هم به همین ترتیبه. به خاطر همین محمود عباس در عربستان سعودی و قطر اصلا نقشی نداره. خب همین اشتباه دکتر دانش الان در افغانستان هم داره میشه. یعنی در افغانستان شما ببینید دولت‌های غربی و در رأسش آمریکا کاری کردن که آدمایی مثل نمیدونم میانه‌روها و لیبرال‌ها نسبت به اونا دیگه نقششون کمرنگ شده و کنار رفتن و آقای کرزای اومده. آقای کرزای سیاستاش طوری بوده که الان دیگه حتی طالب این هستش که با
طالبان بشینه مذاکرات رسمی بکنه، طالبان خودشو پیشنهاد، یعنی طالبان بیاد خودشو کاندیدا بکنه برای ریاست جمهوری، کاندیدا بکنه برای نمایندگی مجلس و اینا، هیچ تازه طالبانه که ناز میکنه این وسط. منظورم اینه که اینا اگر همونطور که شما در کنفرانس بنم گفته بودید، اینا یا آدمای دیگه ای رو به جز آقای کرزای که با اون سوابقش که معلوم همش میدونن که برادرش یکی از فاسدترین عناصر افغانستانه، خودش هم پرونده درستی نداره، خیلی کسای دیگه هستن در افغانستان که لیبرال هستن، نه وابستگی دارن به نمیدونم به طالبان و به این جنگاورانی که اونجا جنگ دیدن، گروه های چیز اسلامی، ولی آدم های هستن که مورد تایید مردم هستن. اینا رو همه رو زدن کنار، آقای کرزای آوردن الان وضعی. حالا سوال من از شما اینه دکتر دانش، در افغانستان بجز طالبان آیا نیروهای دیگه‌ای هم هستن که در حال جنگ هم با دولت؟ چون من این آقای طبیعتاً ببینیم، اول به این مطلب اشاره بکنیم که ما موقعی که از طالبان صحبت میکنیم، برای که من اینجا اونجا ادعی که خودشون متخصصین افغانستان میدونن چنین مطرح میکنن که طالبان دو گروه هستن، گروه پاکستانی و گروه افغانستانی. یعنی در واقع باید به این مطلب اشاره بکنم که اینا تاریخچه جنبش طالبان رو نمیدونن. طالبان اولین بار که نامشون برده شد و من همون زمان افغانستان بودم در اکتبر سال 1994، یعنی در زمانی 94 زمانی که در واقع یک کامیون‌های پاکستانی از طریق جنوب افغانستان قندهار می‌خواستن کالاهای خودشون رو به ترکمنستان برسونن، در واقع گروه محافظ داشتن. این گروه محافظ در کنار اینا قرار گرفته بودن، وارد افغانستان شدن، گروه محافظ این در واقع کاروان‌های کامیون، و موقعی که به قندهار رسیدن سریع شروع کردن به جنگیدن با نیروهای مجاهدین و قندهار رو فتح کردن و نام طالبان اولین بار اونجا مطرح شد. یعنی در واقع گروهی که در اختیار سازمان‌های جاسوسی پاکستان بوده، اونها این گروه رو به وجود آوردن و تحت رهبری خیلی مهمه، برای که من خودم چندین بار شاهد این بودم که نصرالله بابر در وزیر داخله پاکستان رهبری اینا رو می‌کرد. وزیر داخله حالا چه نفعی داشتن پاکستان؟ خب ببینید، پاکستان بعد از اینکه مجاهدین نتونستن به نفع پاکستان کشور رو اداره بکنن و در واقع منافع پاکستان در افغانستان به خطر افتاد، گروه جدیدی رو به وجود آورد. طالبان رو در واقع به وجود آوردن. طالبان اکثریت اونها پشتونهایی هستن که در مرزهای پاکستان و افغانستان زندگی میکردن. شما میدونین که مرز در واقع مرز بین پاکستان و افغانستان اکثرشون هم پشتو صحبت میکنن، همشون پشتونن. من کسانی از طالبان رو در شمال افغانستان، در زندانهای شمال افغانستان، در زندان جنرال دوستم دیدم که اینا اصلا افغانی نبودن، اصلا زبان دیگری بجز پشتو و اردو صحبت نمیکردن. یعنی در واقع اینی که گفته میشه طالبان دو گروهان، اشتباه. یعنی موقعی که ما طالبان صحبت میکنیم، چه طالبانی که داخل افغانستان مبارزه میکنن، چه طالبان پاکستانی، باید بگیم که اینا پدیدهای پاکستانه، یعنی اون در اونجا به وجود آمدن و به خاطر همین هم با هم وحدت دارن، با هم می جنگن، مشترکن با هم در افغانستان می جنگن. پس این تزی که وجود داره طالبان و این تزی که سراسر جهان و در واقع همه کشورهای خارجی هم اینو مطرح می کنن که طالبان دو گروهان، اشتباه. پس بنابراین دو گروه طالبانه، در کنار طالبان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، زمانی که در کنار ایران بود، اون یکی از کسانی است که ادعای سیاسی داره و ادعا داره که باید رهبری سیاسی افغانستان رو به دست بگیره و امروز در کنار طالبان با اونا مبارزه بکنه. و نیروهای دیگری مانند تشکیلات در واقع تشکیلاتی که در جنوب افغانستان است، حقانی، تشکیلات حقانی، اینا نقش اساسی دارن. اینا رهبران الان بیشتر حملات واسیلین گروه حقانی انجام حقانی است و اینا رهبران مجاهدین سابق بودن. جلال الدین حقانی که من شخصا ده ها با باش مصاحبه کردم، باش نشستم، یکی از رهبران مجاهدین افغانستان بود، بعدا طالب شد و امروز پسرشه که در واقع نقش اساسی رو در حمله به نیروهای آمریکا در افغانستان میکنه. در کنار اینها طبیعتاً گروه های دیگه هستن، ملیت های دیگه هستن، احزاب دیگه هستن. یکی از احزابی که امروز وجود داره ائتلاف تغییر به رهبری عبدالله عبدالله. همین من خواستم بگم این دکتر عبدالله عبدالله که وزیر خارجه کرزایی هم بود، این نقش خیلی درخشانی داشت. این چی شده الان؟ ببینید، عبدالله عبدالله در انتخابات سابق برای رئیس جمهوری شرکت کرد، ولی خب میدونید در تقلبی که در انتخابات شد کرزای پیروز شد و عبدالله عبدالله هنوز خواهان اینه، چون جوون هم هست. عبدالله عبدالله هم شخصیتی است که من لااقل 50 بار باش نشست و برخاست داشتم، شخصیتی است که جوونه و خواهان اینه که روزی رئیس جمهور افغانستان بشه. ولی خب باید به این مطلب اشاره بکنیم، در افغانستان ملیت‌ها نقش مهمی رو بازی می‌کنند.
در واقع اقوام و قبایل نقش مهمی رو بازی می‌کنه. عبدالله چی مال کدوم؟ تاجیکه. عبدالله تاجیکه، از دستیاران معروف احمد شاه مسعود بود. بله. و امروز حتی بین تاجیکا و در واقع طرفداران سابق احمد شاه مسعود اختلاف وجود داره. از یک طرف عبدالله که رئیس ائتلاف تغییر در افغانستان و از طرف دیگه در واقع جبهه ملی به ریاست احمد ضیا مسعود، برادر احمد شاه مسعود که زمانی معاون آقای کرزای بود، وجود داره. در کنار احمد ضیا مسعود جنرال دوستم قرار گرفته، ازبک، در واقع قوم ازبک در این خط قرار گرفته، و هزاره ها به رهبری محمد محقق که اونم من به خوبی میشستم. اینا در واقع باز دوباره در یک جبهه قرار گرفتن. بین نیروهای ضد پشتون هم یک چنین اختلافاتی به وجود آمده و در واقع شکاف به وجود آمده، و به خاطر همین هم مشکل پیشگویی کرد که آینده افغانستان به کجا میره، به خاطر این اختلافات شدید و اینکه در واقع پشتون ها در تاریخ افغانستان همیشه مدعی حکومت بودند، مدعی دولت بودن، و همیشه اونها بودن که حکومت ها در دست داشتن. حتی در زمان ظاهر شد نجیب الله خودش پشتو بود. ببینید موقعی که رئیس حزب کمونیست افغانستان میشه و رئیس جمهور میشه، ولی پشتو بود و در این اواخر به خاطر ظاهر شد اینا هم پشتو همه پشتو بودن. تمام پادشاهان افغانستان پشتو بودن و حتی گفته میشه که کارمل هم که خودشو تاجیک میدونست گفته میشه پشتو بوده، و آقای کرزان هم تو کرزان پشتونی. پس بنابراین پشتونا چون اکثریت دارن نقش مهمی رو بازی میکنن در افغانستان، و به خاطر همین مشکلی که شما در افغانستان بخواید بین اقوام مختلف و قبایل مختلف به سادگی وحدت به وجود بیاری. و از اون طرف هم میدونیم که طالبان نقش اساسی بازی میکنن، تا جایی که آقای کرزای و کمیسیون انتخاباتی چنین مطرح کرده که طالبان بدون قید شرط اینا چند هفته پیش مطرح کردن میدونن کاندید بدن برای ریاست جمهوری. البته من معتقدم طالبان اینو نخواهند پذیرفت، برای که اونا روز به روز قدرتشون داره تقویت میشه. بله. نمیان چنین چیزی بپذیرن. ولی موقعی که چنین مسئله مطرح میشه، این بدین معناست که سیاست نظامی متاسفانه ناتو در افغانستان با شکست روبرو شده، و آقای کرزای موافق اینه که در واقع صلح بکنه، آشتی بکنه. با کی میتونه بهترین وضعیت آشتی بکنه؟ اقوام خودش. در افغانستان ما بیش از 30 قوم پشتون داریم، و در واقع این اقوام ها، این قبایل با هم روابط فامیلی دارن. خب طبیعتاً آقای کرزای بیشتر با اونها رابطه داره و از اونها میخواد کمک بخواد برای ریاست جمهوری بعد برادر خودش، شاید نه از ملیت های دیگه مانند ازبکا، جنرال دوستوم یا ترکمن ها و حزب وحدت، هزاره ها و دیگران. حالا میریم دکتر دانش به سوریه. اجازه بدیم من از چیز آقای وارتان خواهش بکنم که این فیلم مربوط به انفجارات در دمشق پخش بکنه. آقای وارتان این فیلم انفجارات در دمشق خواهش بکنم پخش بکنید. ببینید امروز این انفجارات 35 نفری گرفته. دکتر دانش خیلی مهمه. مهم اینه که در بین مناطق مسیحی ها بوده. این راجع به این انفجار در محلات، همونطور که گفتن در محلات مسیحی نشین بوده، چون اینا ما میگن موافق بشار اسد است. این اتفاق در محل مسیحی نشین در سوریه بوده، در دمشق بوده، و به گفته بعضی از منابع 60 نفر کشته شدند. و خب در این مورد شکی نیست که یک چنین انفجاراتی به خاطر اینکه گفته میشه نیروهای مسیحی یا افراد مسیحی از بشار اسد دفاع میکنن به دست نیروهای سلفی. خب برای اینکه میترسن سلفی ها بیان. حزب النصرت، جبهه النصرت چنین در واقع انفجارات رو ایجاد میکنه. تا به حال حتی جبهه النصرت نه تنها به مواضع و در واقع محله های مسیحی ها حمله کرده، بلکه بخشی از کردار هم به اونا هم حمله کرده، و بخشی از کردهایی که در واقع نه بر علیه نه بر نفع آقای بشار اسد وارد میدان شدن و بی‌طرف ماندن. اونجا هم به علویان که حمله میکنه. به علویان حمله میکنه. ولی آقای فرجی، ما باید به این مطلب اشاره بکنیم. ما با دو جناح جنایتکار در سوریه طرف. یکی رژیم بشار اسد که از ابتدا تمام رفرم ها رو انجام نداد، اصلا رفرمی انجام نداد و باعث این بدبختی امروز جامعه سوریه شده. با کمک جمهوری اسلامی که بیش از 40,000 نفر، امروز آخرین آماری که داشتن 40,000 نفر در این اتفاقات کشته شدن، و از طرف دیگه نیروهای سلفی که به کمک کشورهای عربستان سعودی، کشورهای مانند لبنان، بخشی از نیروهای در لبنان، سعد حریری و دیگران فعالیت میکنن، بخشی از نیروهای در واقع رادیکال در لیبی در اونجا فعالیت میکنن. هماکنون شخصی به نام مهدی الهراتی، توجه کنید، مهدی الهراتی معاون
حکیم بلهاج. حکیم بلهاج از افراد که رئیس نظامی ترابلس پایتخت لیبیه. حکیم بلهاج از افراد القاعده بوده و در افغانستان مبارزه کرده و همکنون رئیس نظامی پایتخت لیبی در ترابلسه. معاونش آقای مهدی الحراتی با 1000 نفر جنگجوی لیبی امروز در ادلب، در شهر ادلب در سوریه داره بر علیه بشار اسد می‌جنگه. یعنی دو طرف ما دو جبهه جنایتکار داریم که هر دو این جبهه جنایت می‌کنه. بله دیگه، اینا می‌دونید معتقدن که امت اسلامی در هر کجا که جنبش اسلامی بین همین سلفی‌ها و القاعده و جمهوری اسلامی هم از وقت از این حرفا میزنه. و به نظر من باید به این مطلب اشاره بکنیم که آینده سوریه بسیار بسیار شما داشتین تعریف می‌کردین چقدر زیبا بوده کشور بسیار زیبایی. من بیش از 4 سفر به سوریه داشتم، در واقع سفرهای روزنامه‌نگاری داشتم، خبری داشتم و بسیار کشور زیبا بود. این کشور رو در واقع نابود کردن، بله، می‌بردن و کشورهای خارجی و گروه‌های خارجی و کشورهای مثل عربستان سعودی حتی ترکیه بعد در تخریب این کشور نقش داشتن. از اون طرف هم رژیم جنایتکار بشار اسد که از ابتدا در واقع صدی بود برای هر نوع رفرم سیاسی و باعث چنین بدبختی در سوریه شده. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش، ممنون از شما. خب عمیانان گرامی، به همینجا برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.